تحلیف رئیس جمهور بود که در اونجا از شخصیت های آل سنت که دخل ما میگم 25% کشور را تشکیل میدهند هیچ کس دعوت نشد. صحبت من، انتظار من در این دولت 12 هم همین بود که در هیئت دولت یک وزیر یا دو وزیر از اهل سنت باشه و از وزیر از زنان هم باشه، حداقل یک زن و یک اهل سنت بگذارن در این دولت. و شرط اسلامیت هست که بگیم برای نماینده اهل سنت ایران جا در خانه ملت نبوده؟ نه، شما میپرسم، شما دم از اشتغال میزنید، آیا اشتغال اهل سنت رو هم قبول دارید؟ اشتغال اقوام مختلف ایرانی را قبول دارید؟ یک مسئله ای که همه ی آل سنت را بلکه ملت ایران را اونایی که حقوق برای دیگران قائل هستند رنج داد در این هفته، این تحلیف رئیس جمهور بود که در اونجا از شخصیت های آل سنت که حداقل ما میگم 25% کشور را تشکیل میدهند هیچ کس دعوت نشد. ما دیگران گلایه نداریم که ما را دعوت بکنن نکنن تأثیری ندارد، اما شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله واقعا در وقت اساسی هم دولت را نجات داد و هم رئیس جمهور را به کرسی ریاست نشان، باید حداقل اون فراموش نمیشه. تکبیر عجیبه. از 92 کشور میهمانان دعوت شد با هزینه های دولت که مال همین ملت هست. هزینه هایی که دولت می کند مال کیه؟ مال همین ملت هست. از 92 کشور میهمانان خارجی دعوت شدند. ما میدانیم عرف بین الملل چیست، کسی که دعوت میشود بلیت رفت و برگشتش به عهده میزبان، هزینه های گزافی که در هتل و در اینجا 52 نو غذا مصرف بکنند به هزینه میزبان، وقتی هم که برگردند عرف بلمالین است که سوغات هم باید با خود ببرد، حالا اون شانش چه اندازه است، سوغاتش چه اندازه است، اون هزینه سوغش. این پول مالکی است، مال ملت است، همین ملتی که کارت یارانهش گروه مغازه گروه نانوایی این طوری هست یا نیست؟ خدا میدانه لک خانم جلوی من گریه کرده که پوت کرده بود اینجا دیگه گفت فلانی پوت کرد. خب نانای خشکی که بودن یکی رفته نمسایش تا اون نانا را زیر سنگ این طوری میکوبن،
گفته نه نه خشک برای چی میکوبی؟ نه چی کار میکنی؟ آیا گوسفند داری؟ بز داری؟ گفت نه خودم طول نان را ندارم، این نانای خشک اون که ارسلا کفک نزده همونای که سالم هم همونا را میکوبم زیر سنگ و یک چیزی ارسلا با پیاز و روغن و اشکنه درست میکنم اینا را داخلش میریزم میکنم. اون پولی که شما آتم بخشی میکنی مال امن ملت فقیره، این ملت بیچاره است، اونا به شما رای دادن یا این ملت، این فقیر، این مسکین، این بیوزن، زن و مرد و پیر و جوان و همه. در نماز جمعه مولانا عبدالحمید اعلان کرده بود، تو نماز جمعه را زود میخواند در زایدان، گفته بود اینه همه این مردم شایدن که در اون جمعه بودن، گفتن شما برای شما نهار خوردن جایز نیست، اول بروید راه بدهید، بعدن بروید نهار بخورید و استراحت بکنید. آیا چنین شخصی فراموش بشود؟ این غیرت، این همت، این شجاعت جناب آقای حسن کلیدار کلید رشان میداده به مردم. تو رئیس جمهور ماست، ماش ما را انتخاب کرده. میگفته جلالی زاده مغابی در جلسه که محلی از عراق در کشورش ندارد دعوت می شود و جایی یک کرسی برای آل سنت نیست. نمیدن فلان اینا دعوت می شود و جایی کرسی برای آل سنت نیست. تشکر و قدردانی از ملت امین است. شما همون اشخاصی بودید که قبل از اینکه انتخاب بشوید برای رای جمع کردن رفتید به مولانا عبدالحمید وعده دادید 4 تا وزیر آل سنت میگذاریم، 4 تا استاندار در 4 استان آل سنت ما میگذاریم، چندین مدیر کل ما میگذاریم، چندین معاون میگذاریم، چندین فرماندار میگذاریم، در همه نیروها ما آل سنت را جذب میکنیم، نقصانها و نقایصی که در گذشته شده این دفعه اونا را جبران میکنیم. در سری قبل مولانا دعوت شده بود، مردم تشکر کردن، منجا دعوت نمی شود. اگر ظلم در حق آل سنت نیست، اون کسانی که رای دادن، اون کسانی که با افرادی که در داخل و خارج صحبت از تحریم رای دادن داشتن، گفتن نباید آل سنت یا مردم شریف ایران نباید در رای گیری شرکت بکنن، اما مولانا چنان با تدبیر و دور نگری جلسه ما داشتیم، گفت که ما کشور خود را میخواهیم، ما این ملت را میخواهیم، ما این آب و خاک را میخواهیم، ما نمیخواهیم که در اینجا اختلاف بیفتد و سرنوشت ما مانند سوریه که نه بلاد مونده و نه عباد و مانند عراق و مانند جگه جاهایی که در اطراف ما به خاک و خون کشیدن، ما نمیخواهیم که از این فضا افراد از آب دلالو سوء استفاده بکنند و مایی بگیرند. ما در رای گیری شرکت میکنیم. آدم گفت که من با 2 گروه صحبت میکنم، هر کدام که به خواسته های ما جواب مثبت دادن اون را من اعلان میکنم، که به اصطلاح گروه اصلاح طلب گفتم ما خواسته های شما را قبول میکنیم. پس خیلی خوب قبول کردید که حتی خود مولانا که همیشه میزبان شما شد، یک مرتبه شما میزبان اون نشدید. و چیز عجیبیه، واژه های خوبی را استفاده کرد جناب رئیس جمهور، کلید نشان داد، تدبیر گفت، امید گفت. تدبیر این است که 25% ملت ایران جای یک تشکر هم داشته نباشند، این تدبیره، این امیده.
نه کلیدی به ما رسید و نه امیدی و اینا مسائلی بودن و قبلا جبران نقایص قبلی می شود. حالا چه جبرانی کردی شما؟ سالی که نیکوس از بهارش معلوم، سالی که نیکوس از بهارش معلوم. وقتی که شیخ الاسلام یا علمای بدجسته ای که مورد قبول آل سنت هم نه هر زیدی، چه کسی شما دعوت کردی؟ و عذر بدتر از گناه که ایت رئیسه مجلس ما بود، خانه ملت. آیا در خانه ملت 25% این ملت یک صندلی حق ندارد؟ جا نبود، جا تنگ بود، جا تنگ بود. خب شما میگفتید جا تنگ است، صندلی هم گیر نمیاد، ایران که صندلی خیلی گاهت هست، باید از چین بیاریم. ایران صندلی نیست. ما همیشه روی دوشک نشستیم، روی موکت نشستیم، یا سر فا میرسادیم برای اکرام میمانان خودمان که ما ایثار میکنیم شما میمانان بزرگوار، رابط مقابل تو روی صندلی بشین، ما اینجا سر فا میرسیم. جناب خانم مگرینی شما ارجا میخواید بنشینید، ما سر فا میرسیم. جناب رئیس جمهور دماغ سبز تو ارجا میخواید بشین، ما سر فا میرسیم. مشکلی نداریم. عجیب این مثلا. گفتم این عذری که بدتر از گناه هست که صندلی نبود که ما از علماء یا از مولانا عبدالحمید دعوت نکردیم. اونجایی آیا بشان جمهوری اسلامی یا بشان نظام ما هست که نمایندگان مجلس بیان و یک خانم اروپایی عکس یادگاری بگیرن و با خود ببالن و حور عین و جنت عین؟ آیا این در شان نمایندگان ماست که نمایندگان مردمی شما؟ چرا نمایندگان؟ من دیشب با یکی از نمایندگان صحبت کردم، شما چرا زمانی که از شخصیت های برجسته آل سنت دعوت نشده بود، شما چرا نزدیک به 30 نماینده در مجلس ما داریم، شما چرا امون جلسه را ترک می کردید، یک گوشه می رفتید که وقت اون کسانی که ما را در این بر سر این صندلی نشاندن اونا تنجا نباشن، ما صندلی را خالی می کنیم تا اون شخصیت های ما بیان رو بشینه؟ جوابی که من داد بسقان کننده نیست. و ما چون میمانان خارجی از دو کشور داشتیم، ما گفتیم اگر اینجا ما نزدیک به 30 نفر نماینده از مجلس خارج بشن بریم گوشه تحسن بکنیم، اینجا بدنامی کشور می شود. الان بدنامی نشد، مولوی رو دعوت می کردن چی می شود؟ تم یکی نمید. الان بدنامی بیشتر بود یا قبلا؟ 38 سال ما سوار گیریم وحدت اسلام، برادر برادر، اتحاد انسجام، امین است اتحاد، امین انسجام، امین وحدت، این برادری، این برابری، این بله. البته در ذهن بنده یک چیزی آمده، اینجا مولوی را دعوت نکردن تا اون وعده هایی که دادن اون فراموش شد، که فراموشی سپرده می شوند. زیر مردم مشغول باشه چرا مولا عبدالحمید یا علمای برجسته آل سنت دعوت نکردند؟ مردم به این مشغول بشوند که اون خواسته های آل سنت فراموش بشوند، نه اونا فراموش نمی شوند. اونا هستند، حق مایم، اونا باید داده بشوند. توصیه هم این است که بله تمام او بعضی جملات میگن، من از اون جملات راضی نیستم،
که چرا کلیمی ها دعوت شدن، مسیحی ها دعوت شدن، هموطنان زرتشتی ما دعوت شدن، آل سنت چرا دعوت نشد؟ کلیمی باشد، مسیحی باشد، زرتشتی باشد، سنی باشد، شیعه باشد، فرزند این آب و خاک. تکبیر! نمایندگان همه باید باشند. چراغی که به خانه رواست به مسجد جای نیست. اون چه قسمی بود که رئیس جمهور محترم ما خورد؟ اون تحلیف نامه را دوباره تکرار بکند کنجا حق و حقوق ملت را رعایت می کنند، به خدا و به قرآن قسم می خورند که اینجا تبعیض قائل نیستم، جدوگانگی نیست، همه ملت از روح مساوی برخوردارند، مطابق عرف بین الملل، مطابق قانون خداوند، مطابق قانون احادیث پیغمبر، مطابق قانون اساسی، همه ما حقوق مساوی داریم، همه ملت ایران. تکبیر! باید حقوق فرد این ملت داده بشود. ما آخرین جمله را میگویم، وقتم تمام شده. آخرین جمله این است کلان تا 4 سال علما، اندیشمندان، بالخصوص مولانا عبدالحمید، من نمیتونم دستور بدن بون در هیچ جلسه، در هیچ مجالس تعامل با دولت داشته نباشد. همون طوری که اونا ما را تحریم کردن، همه جلسات تحریم نشود. اگر عمر باقی بود برای این حقیر و برای دیگر علما، 4 سال بعد فتوای ما ذخیره، فتوای ما ذخیره یکی چی بگوییم؟ مردم شرکت بکنند یا نکنند؟ فریب و دروغ تا کی؟ فریب تا کی؟ شیرمانیدن تا کی؟ الان ملت دیگر از این وعده ها سیر شده. خدا قسم می خورم اگر دوراندیشی مولانا عبدالحمید نمی بود، در همین رای گیری رای طور پایین می آمد که خود نظام حیثیت خود را از دست می داد. با همین وجود مولانا در دل روزا سخنرانیش هم نمی شنویم، میگه حفظ وحدت، حفظ امنیت، حفظ برادری، حفظ برادری، همه را شما داشته باشید، همه ما شهروند ایران هستیم، برای ما شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان همه یکسان هستند. انشاءالله که این صدای من به گوش همه برسد و حواس خود را جمع بکنند که این ملت هوشیار بیدار هست. الحمدلله سابقه آل سنت درخشانه در این مدت 38 سال علی نظام شعار ندادن، علی نظام قیام نکردن و کمتر از شیعه بحره نیستن که شعار میدن که از صاحب از شعب یورید سقاط نظام، این مردم سقوط این نظام را میخوان. حال از آل سنت چنین شعار سر نزده. اگر شما میگوید که به اون شیعه ظلم میشود، اگر ما همون شعار را یک روز بدهیم، تو چیکار میکنید بابا؟ که ما میخوایم که نظام را ساقط بکنیم، تو چیکار میکنید بابا؟ اونایی که اونجا اگر فاتح چون در مقابل حکومت استادن، آل سنت هیچ وقتی در مقابل حکومت نیستاده، درخواست خواسته هایش رو داشته. دولت از خود حد و مرز دارد و ملت حق و حقوق دارد. و هیچ وقت ما از حق یک گروه صحبت نکرده ایم.
همیشه که صحبت می‌کنم، چه من چه مولانا، از حقوق همه ملت، هر قشری هستند، هر قومی هستند، هر دینی هستند، هر مذهبی هستند، ما می‌گویم همه را مطابق یک شهروند مساوی در حقوق نگاه می‌کنیم. تکبیر!